Comodo. گاما دو خیلی خوب فاکتور بگیر این کار نکن الان ببین اکس و تی و اکس پرایم و تی پرایم میتونن هر چیزی باشه بنابراین این باید به صورت اتحاد تلقی بکنید این رو ضرایب تی دو تی پرایم دو در دو طرف رو با هم برابر بذار ضرایب تی پرایم دو؟ بله ضرایب x پرایم دو و بعد ضرایب x در t هم خواهیم داشت شما الان اینجا ما خواهیم داشت دو c دو t پرایم دو این جمله ضرایب t پرایم نیست به علاوه دو تا بتا c درست گاما دو دو تا بتا c این ضرایب t پرایم دو میریم نه نه اونو پاک کن اینو پاک کن میدونه تی پرایم دو در جمله اول دارین ضریب شست گاما دو سی آه اون تیه درسته گاما دو سی دو یکی دیگه هم توی جمله دوم دارین به سی دو بله مساوی سی دو و کما مساوی یک تقسیم بر رابط یک منای بتا دو خب بتاتونم به دست آوردین بتا دو بر سیدو ویسیوم بله وقت الان بحث احتیاط ضرایب اکس پرایم دو هم باید با هم برابر باشن اکس پرایم دو چه گاما دو بتا دو اینجا بله مساوی منهای یک خب امتحان بکن ببین همونه یا نه خب و بعض محض احتیاط بیشتر ضرایب T پرایم X پرایم در دو طرف معادل صفر باشه در یکی باشه T پرایم X پرایم گاما دو C بتا دو تا بله اینجا میشه منهای گاما دو C بتا دو تا C دو هم این برم و اون ور چیزی نیست مساوی با صفر پس بنابراین گاما دو مساوی با این خب من این نوشتم رو باید اصلاح بکنم برای این من به یه حادثه سومم نیاز داشتم در اینجا من شک دارم که از اون اولی بهتر مساوی وی سی رو به دست میتونستیم بیاریم یا نه نه دیگه چون استدلالمون بود چون بلد شدیم که بتا سیومه بتا و الفا با هم برابرن آوردیم الفا رو حذف کردیم بجاش بتا گذاشتیم گاما رو هم حذف کردیم بجاش گاما گذاشتیم
یه جایی به نظر من در به دست آوردنش اشکال داریم. خب این رو شما به عنوان مسئله بنویسین، همین محاسب رو تا الان. من یه جا اشتباه دارم، شک دارم. بیتای مساوی ویسیوم رو در وهله اول به دست نمیدیم، یا اقلا من به دست نیاورده بودم. بله، یک شرط سوم هم باید بگذاریم، یک کار دیگر هم باید انجام بدیم. اون چیزی که من به دست آوردم اینجا میگم، دو تا حادثه اولی که بگذاریم، کاما مساوی دلتا به دست میاد و الفا مساوی بتا، و الفا مساوی و بتا مساوی ویسیوم رو بعدن به دست میارم، بعدن به دست میارم و اتفاقا از یه همچین ملاحظاتی به دست میارم. این رو شما فکر بکنیم ببینید که نوشته من درسته یا نه. من حتما دفعه دیگه میخوام آخرشان تشکر خواهم کرد از اونایی که کمک میکنیم به من. بسیتونه دیگه نه؟ بله. ولی یه چیز دیگر هم در این کتاب گفتم، اینو بگم بهتون. من دوری که نوشتم در اینجا این که اول به دست میارین، پاک کنین، پاک بکنین، اول به دست میاریم بتا مساوی الفا و گاما مساوی بتا با اون دو تا حادثه ای که داشتیم. بعد حادثه سوم بهتون میده الفا مساوی ویسیوم. و گامه هنوز نامعلومه. چیزی که من به دست آوردم. مرحله سوم، شما الان با این شرایط بنویسید، با این شرایط اون معادلات ترانسفورمیشن رو بنویسید. بله. گاما سی پرایم بتا اکس پرایم و اکس پرایم اکس یک بود گاما بتا سی تی پرایم بلاوه اکس یک اکس پرایم یک. این بود که در اینجا بتا رو به دست آوردیم، بتا مساوی ویسیوم از اون چیز دوم، از حادثه دوم بتا مساوی ویسیوم. اونجا ننویس، اما بتا مساوی ویسیوم خارج بنویس. بتا مساوی ویسیوم و میمونه گاما رو به دست بیاریم. گاما رو نمیدونیم چیه هنوز. برای گاما رو به دست بیاریم این استدلال بکنیم، بگیم که رابطه معکوس چیه؟ الان x و t رو بر حسب x پرایم t پرایم میده. ترانسفورمیشن معکوس چیه؟ ترانسفورمیشن معکوس رو از دو راه میتونیم به دست بیارین. یکی اینکه این دوتا معادله رو حل بکنید و ببینید که t پرایم x پرایم چیه. دوم اینکه بگین که ناظر او پرایم با هم دیگه ندارن. اگر او میبینه با سرعت وی او پرایم دور میشه ازش، او پرایم میبینه با او با سرعت وی پرایم دور میشه ازش. فقط علامت بتا رو در اینجا عوض بکنید، پرایم ها هم از این ور ور داریم بذارین اون ور، و اون وقت این دو تا رابطه رو با هم مقایسه بکنید. این دو جور به دست آوردن معکوس. چی داری می‌نویسی برای خودت؟ خیلی حالا پس این تیکه رو پاک بکنید، این ور تابلو رو. همین کار رو بکنید. شما از اون معادله یه دفعه مستقیم حل بکنید
سی تی پرایم رو بر حسب سی تی به دست بیاری. بله. اینجا یا اینکه سی تی پرایم رو از یک بالایی حساب کنیم بذاری تو پایینی. شما الان اکس پرایم یک رو باید حساب بکنید. شما الان ببینید توی این معادله اکس یک دارین و تی دارین که مال ناظر اوه و اکس پرایم یک دارین که مال ناظر او پرایمه. اکس پرایم یک رو از اینجا حساب کنید. دو جمله دارین که اکس پرایم یک داره. خب حالا معادله پایین هم به همین ترتیب. خب من یه جای شما باشم به نظر من درست در نمیاد، به نظر من درست نمیمونه. نظر من درست ننوشته. این درسته. اون درسته. بالای درسته. اینجا ایکس پرایم کام. الان ایکس پرایم یک رو به دست میاد دیگه. یه درسته هم کامل درست باشه. سی تی پرایم اگه کاری داری کنم. اینجا میشه سی تی کام. زدن این بهتر. درسته. این یه جملهش. این جملهش هم که دوباره میشه بهتر دو. ببین. شما از اون بالا اون بتا اکس پرایم یک بیاریم برای معادله اینجا. خب معادله پایین نگاه بکن. معادله پایین رو اگر به بتا ضرب بکنی، این دوتا معادله رو با هم جمع بکنی، اینا از طرف میرن. متوجه شدم.
ببین این وعده پایین رو به بتا ضرب کن طرف اینش بتا ایکس یه بتا کاما بتا نه اون ایکس یک بودش من اشتباه کردم من اشتباه کردم خب این اینو ساده بکن ایکس پرایم یک یه فاکتور بده بهش ایکس مساویه کاما رو ضرب بکن به تو کاما رو ضرب کن تو ساده بکن بتا سی تی از ایکس پرایم فاکتور بگیر جای شما بودم یکی به نهای بتا دو می نوشت این رو می سن به اضافه حالا ایکس بیرون به رسم حالا سکرم می شود ایکس بتا سی تی درست به همسیم به کاما یکی به بتا دو حالا درست می سن بله خب حالا اینو به دست آورده تی رو حساب کن تی پرایم حساب کن از همینجا میشه بود که مثلا تبدیل حساب کن حالا اینو بذارم مثلا توی این بذار بله مثلا بله یا از تی پرایم از اونجا بیار بیرون از اینجا بله بیار بیرون تی پرایم رو حساب بکن اون بالا اتفاقا داری همینجا هست بله حالا به جای اکس پرایم یک در اونجا از اون بالا بدین سی تی پرایم مساویه سی تی تقسیم بر کاما منهای بتا اکس پرایم یک منهای بتا اکس پرایم یک اکس پرایم یک نه نه به جای بتا این بذار الان اکس پرایم این بذار و حالا ساده کن دیگه تی دو تا تی داری اونا رو فاکتور بگیر دیگه بله سی تی سی تی فاکتور بگیر از چیز یک کاما اون به علاوه بتا دو تقسیم بر گاما در یک منای بتا دو خب خب این ضرب در تی نوشتی حالا اکسشو بنویس اینجا زدی جمعه دیگه نوشته اونجا نگاه کن ضریب سی تی بود ضریب سی تی تیم بود حالا اکسشو بنویس منهای بتا گاما در یکی منهای بتا دو تقسیم بر مخرجش همین دیگه حالا
بله حالا میفهمی که من چه نشستم و گفتم. بله آبهیه بنویس بتا تقسیم بر یک گاما یک منای بتا دو اکس بزن سی تی اینم ساده بکن اینم ساده بکن یک گاما اون فاکتور بگیر اینو بیاد ساده بکن یه دفعه دیگه به نیست مساویه هست یه دفعه دیگه مساویه سی تی پرایم مساویه هست خب یه رو ساده بخون یک گاما سی تی گاما درسته خب حالا اینجا بنویس یک یک منهای بتا دو به یک منهای بتا دو درسته بله از یک منهای بتا دو که فاکتور بگیریم اینجا میشه یک منهای بتا دو منهای بتا دو این بتا دو درست اینجا این من هاست خب الان میشه یک بروی یک منهای بتا این درسته الان یک منهای یک بتا درسته سی تی به گاما هست یک بروی یک منهای بتا دو خب این ضربی سی ضریب سی تی این هم ضریب ایکس تی بنویس بله همینطور بنویس خیلی یک تقسیم بر ضرب در یک بتا پرانتز سی تی منهای بتا اکس پرایم یک پرایم اوور یک اکس بر وقت x پرایم یک x پرایم مساوی یک تقسیم بر گاما یک بتا دو گاما یک بتا دو همین یک منهای بتا دو همینجور بنویس پران x یک منهای بتا دو تی خب اون چیز معکوس پس میاریم ولی اگر شما میخواستین این معکوس رو بگید که او به نسبت به هم یک سنه و من فقط علامت به تا عوض میکنم به دست میدونم میدونم سی تی پرایم مساویه یه دفعه دیگه بنویسین سی تی پرایم مساویه گاما سی تی پرانتز پرانتز گاما پرانتز گاما پرانتز سی تی منهای وی تی این بود؟ چرا دیگه؟ وی اکس منهای بتا اکس
کلاس دارن اینجا بتا اکس و پایین اکس پرایم مساوی گاما چی بود؟ نه بتا سی تی نبود؟ منهای بتا سی تی منهای بتا سی تی علامت بتا رو عوض بکنیم دیگه چون ویسی اومد بلاوی اکس خیلی حالا اینو با این مقایسه بکنیم و اینو با این مقایسه بکنیم اینو با این مقایسه بکنیم ببین چیه سی تی مساوی با اینه پس گاما سی بنویسیم تو گاما گاما مساوی یه طوریه گاما که به شما میده گاما دو مساوی با یک تقسیم یک منهای بتا یا این رو با این مقایسه بکن همین از همین روشان فکسی بود در این همون دور است از همین روشان که همون داشتیم نفتی خب ما ساخته یک نمی پیچیده شکنیم ما دقیقا همین فکسی همین دیگه همین رو من اونا رو دارم تحصیم میکنم اشتباهاتی که اینجا شده بود اونا رو تحصیم میکنم خب پس به این ترتیب میبینید که ترانسفورمیشن لورانس رو بشینید شما من تا ساعت یک ادامه بدم نیم ساعت از هفته دیگه به حسابتون بنویسم پس ترانسفورمیشن گالیله رو ببخشید ترانسفورمیشن جدیدمون رو که اسم لورانس روش خواهیم گذاشت می‌نویسیم چی می‌نویسیم سی تی مساوی گاما سی تی مساوی گاما سی تی پرایم بلاوی بتا اکس پرایم و اکس پرایم مساوی گاما سی بتا تی پرایم بلاوی اکس و این ترانسفورمیشن گالیله مونه ببخشید ها x مساوی x درست حالا این خوب دقت بکنید این در امتداد حرکت اتفاق افتاده اگر شما امتداد حرکتتون رو روی محور وای گذاشته بودین اینو به حسب وای گذاشتین یا اگر در یه امتداد دیگر بگذاریم باید بشینیم ببینیم اونو چه کار خواهیم کرد یه مقدار پیچیدگی داره اون چیزاش ولی یه نکته رو میتونیم امتحان بکنیم اون انتظارات اولیه ببینیم از این برآورده شده است یا نه گامامون فعلا عبارت از اینکه منهای بتا به توان دو رادیکال و بتا مساوی ویسیوم و اگر ما با صورتهای معمول سر و کار داریم این بتا رو در مقابل یک صرف نظر بکنیم در مقابل یک صرف نظر بکنیم و نه هر جای دیگه اون وقت این ببینید چی میشه میشه سی تی مساوی سی تی پرایم خب و اکس تی مساوی با تی پرایم میشه و اکس مساوی سی بتا تی خواهد شد
x prime به علاوه vt prime. این جمله این ترانسفورمیشن گالیل است. ها؟ پس اون انتظار علیمون به جای خودش است. در حد صورت هایی که ما ترانسفورمیشن گالیله رو به دست بیاریم و به طبق قانون جمع صورت ها رو هم به دست میاریم، منطبق صورت های کم، خیلی کمتر از سی. اگر میخواین تصحیح انجام بدین، تصحیح ریلاتیویستیک انجام بدین روی ترانسفورمیشن گالیله، این رو بدین یک علاوه یک دوم بتا دو بست تیلور بدین، تقریبا تا مرتبه دو یک به علاوه یک دوم بتا دو بست اون بود که من دادم. وقت یک کار دیگه من خواهم کرد، این رو خواهم نوشت سی دی رو اکسف میسن و بعد سی دی اکس یک اکس یک اکس دو اکس یه ستون چهارتایی نشون بدین، اون وقت این خواهد شد گاما، گاما بتا، گاما بتا، گاما یک یک، بقیه جاهاش صفر، ضرب در سی تی پرایم x prime 1 x prime 2 x prime 3. یا اینکه اینم اگر نوشتنش مشکله، اصلا این ستون چهارتایی رو یه x ساده بنویسیم، اینم اسمشو بگذاریم لامدا ضرب در x، و لامدا برای رفتن از یک دستگاه لخت به دستگاه لخت دیگر در امتداد اکس ها این باشه، اکس یک ها این باشه. اگر در یه امتداد دیگری میخواین این رو ببرین، خب یه جور دیگه می‌نویسین. اصلا این نوتاسیون اکس مساوی با لامدا اکس رو شما میتونین برای روتیشن هم به کار ببرین، برای روتیشن هم به کار بریم. مثلا اگه دستگاه مختصاتون رو در صفحه ایکس وای زد چرخونده باشین به اندازه تتا، این ماتریس لامدا را براش خیلی آسون میتونیم بنویسین. من یادآوری بکنم براتون، به زمان که دست نمیخوره، نه در چرخش دستگاه مختصات، وقت اینجا کوسین، این محور اکس هست، من در محور در صفحه اکس وای میچرخونم، کوسینوس تتا، سینوس تتا، منهای سینوس تتا، سینوس تتا، کوسینوس تتا، یک، صفر، 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 چهارتا شد. این برای روتیشن. باز به جای اینور اینور همین رو بگذارید، این کار رو بکنیم. این لامدایی که من تعریف کردم برای ترانسفورمیشن لورنز، میبینید که لامدا تابع از ویه، لامدا تابع از ویه، معکوس داره، لامدا به توان منهای یک از وی. این رو میتونین این رو حساب بکنید و معکوسش رو به دست بیارین، ولی یه راحتی وجود داره که معکوس اینو پیدا بکنید. چیکار بکنیم؟ علامت بتا رو عوض بکنیم، بله، و این میشه لامدا در منهای بتا یا در منهای وی، این معکوسش. خیلی خوب، حالا مسئله دادم بهتون.
خیلی این آخری هم تحقیق بکنید. معکوس لامدا عبارت است از لامدا من های بتا. معکوس لامدا بتا عبارت است از لامدا من های بتا. و یه نکته دیگر که بسیار بسیار برام مهمه شما سی دو تی دو من یک بتوانه دو من های اکس دو بتوان دو من های اکس سه بتوان دو این رو من بنویسم سی دو تی دو من های اکس بتوان دو اینا رو نگذرم منظورم از این سه جمله باشه. این رو اگر به جای اکس و اینو بگذاریم عبارت خواهد بود از سی تی پرایم دو من های اکس پرایم دو. این بسیار بسیار مهمه. این که برای علامت نورانی برابر بود با صفر ها؟ ولی اگر علامت نورانی نباشه مثلا قدم زدن من باشه در فاصله زمانی که من از اونجا تا اینجا میام فاصله مکانی هم همین مقداره عرض اتاق. این رو چه در شما حساب کنید یا هر دستگاه دیگری حساب بکنه یه مقدار به دست میاره. توی ترانسفورمیشن گالی تی مساوی تی پرایم و اکس دو مساوی اکس پرایم دوه فواصل مکانی مقدار ثابتی هست و فواصل زمانی هم مقدار ثابتی هست. ولی در اینجا فواصل مکانی مقدار ثابتی نیستن. الو خب این رو بگیم فاصله زمانی مکانی Space Time Interval. این رو فاصله زمانی مکانی. حالا صحبت هم اینه تبدیل لورانس فاصله زمانی مکانی رو اینواریانت نگه میداره. تبدیل های لورانس فاصله زمانی مکانی رو ناوردان نگه میداره. این هم یکی از تمرینات نشان دهید تبدیل های لورانس فاصله زمانی مکانی رو اینواریانت نگه میداره و بعدا این رو دی تی دی اکس خواهم نوشت. به جای اون طرف این رو بگذاریم. به جای این طرف این رو بگذاریم. اون وقت این میاد. خب این تبدیل لورانسه. این روش به دست آوردن از روی ثابت جهانی بودن سرعت نور و در چارچوب نسبیت من به دست آوردم. ولی لورانس و پوانکاره و فیتزجرالد خیلی پیشتر از اینشتن برای اینکه معادلات مکسول رو این وریانت نگه بدارن این ترانسفورمیشن ها رو به دست آورده بودن و میشناخت. مدها برای بسیار پیچیده از این چیزی که امروز این رو به دست آوردیم.
و با تعبیرهای متفاوت. مثلا تعبیر فیتزجرالد از اینکه نتایج آزمایش مایکلز موردی یا آزمایش فیزو که نور رو در از آب رد میکرد و اون وقت میچرخون دستگاهش رو و ببینی که سرعت نور رو در چیز حساب بکنه، در آب حساب بکنه، وقت تعبیری که میکرد بعد این بازو در ضمن حرکت کوتاه میشه شد های فیزیکیه. واقعا این قلم در ساختار اتمی مولکولیش تغییری حاصل میشه. این به این ترتیب تعبیر میکردند فیتزجرالد، پوانکاره، اون یکی چی بود اسم بردم، خود لورنس، اینا به این ترتیب تعبیر میکردن. در صورتی که ما از فیتزجرالد کانتراکشن صحبت خواهیم، ناش این بود که این طول ساخت کوتاه میشه، ساخت مولکولیش تغییر میکنه و اگر به قدر کافی متراکم بشه این ممکنه بشکنه، چنین چیزی تا نخواهد افتاد. فقط از نظر ناظرهای مختلفه که طول این کم میشه، این طول کانترکشن طول دایلیشن تایم رو، انقباس انبساط زمان رو دفعه دیگه صحبت میکنیم، ولی فعلا این رو به دست بیارین، نه رو خیلی آسون میتونیم به دست بیارین. ساده ترین راهش، نه ساده ترین، مستقیم ترین راهش اینه که به جای این اکس و تی بیای اینا رو بگذارید و بعد ببینید که برابرن. شما این راه رو فعلا برین، تا راه های دیگری هم بعدا نشون میدم که آسان تر این محاسبات رو چگونه انجام بدین. پاشو برید.